شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویی روزگار هموطن بیا تا صفا کنیم، تا به عهد بست وفا کنیم. زیر بار ظلم و ستم بگو، زندگی عزیزم چرا کنیم. هموطن بیا تا صفا کنیم، تا به عهد بست وفا کنیم. زیر بار ظلم و ستم بگو، زندگی عزیزم چرا کنیم. هموطن بیا سرزمین خود، روز دست این ها رها کنیم. آن که رو سری برگرفت را، شادمان به یاد ندا کنیم. هموطن نگر متحد شویم، محشری در این جا به پا کنیم. با گذر ز زلا طلب بیا، ختم قصه و ماجرا کنیم. هموطن بیا با قیام خود، بند دست و پا یه تو وا کنیم. فکر چاره از بهر ملت، زیر سلطه مافیا کنیم. هموطن بیا فکر تازه‌ای بهر مردم بینوا کنیم. هم مبارزه در راه وطن، هم برای دین خدا کنیم. هموطن تو دست مرا بگیر، تا به کاو ما اقتدا کنیم. تا به همت و یاری شما، خلقیت ز جور و جفا کنیم. هموطن بیا تا که جان خود را برای ایران فدا کنیم. هموطن بیا تا صفا کنیم، تا به عهد بست وفا کنیم. زیر بار ظلم و ستم بگو، زندگی عزیزم چرا کنیم. هموطن بیا تا که جان خود را برای ایران فدا کنیم. با سلامی دوباره خدمت یکایک که شما گرامیان، ماندانا شکری نجات هستم با یکی دیگر از برنامه های اندیشه راه سوم، میزبان شما خواهم بود. در حالی که علاقمندان به کوروش کبیر و تاریخ و تمدن ایران زمین هر ساله در 7 آبان به پاسارگاد مقبره کوروش می روند، حکومت همواره تلاش کرده که با دستگیری فعالان مدنی و سیاسی در این ایام و ایجاد فضای امنیتی پیرامون پاسارگاد مانع از برگزاری گرامی داشت نخستین نگارنده اعلامیه حقوق بشر شود و مقامات نظام اسلامی یکی پس از دیگری با موضع‌گیری هایی در تضاد با علاقه مردم، سعی در کوچک شمردن مفاخر ملی و تاریخی ایران زمین شدند و در آخرین مورد ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه تخت جمشید یک اثر هنری است
و یادآور ظلم ظالمانه است، بار دیگر حکومت را در مقابل علایق و خواسته های مردم قرار داده. به راستی چرا نظام جمهوری اسلامی از بازگشت مردم به ریشه های ملی و تاریخی واهمه دارد؟ اندیشه راه سوم نیز در اصول اولیه خود پایبندی به فرهنگ و هویت ملی را یکی از اصول مهم عنوان نموده است. با من و مهمانانم آقایان قاسم شالستادی مؤسس راه سوم و حمید صنعتی فعال سیاسی دبیر کل سازمان ملی و میهنی ایران و سخنگوی ستاد هفت آبان در این رابطه همراه باشید. سلام به مهمانان گرامی و درود به شما. جناب صنعتی درود به شما. به کسانی که در هر کجای دنیا قلبشون برای ایران میتپه و ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید که امروز در خدمت شما باشم. ممنون از شما. جناب صنعتی، فلسفه پیدایش این تجمع فرهنگی اصلا چه بوده؟ با چه هدفی رو اندازی شده و چرا همه سال حکومت با این تجمع برخورد میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که من اول از خود ستاد هفت آبان شروع میکنم. این ستاد حدودا 5 سال پیش به همت تعداد بسیار زیادی از فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور شکل گرفت و دوستان زیادی نقش داشتن در این زمینه که بتونن خب یک تجمعی ایجاد کنن. یک تجمع منظورم از تجمعی که در حالا نقطه خاصی باشه نه، یک جمعی، یک تشکلی در واقع ایجاد بشه که ما به اون اصل بسیار مهمی که بهش احتیاج داریم و اصلی که بسیار حکومت ازش گریزان هستش و آن بازگشت به هویت ملی خودمون هست، خب بخوایم به این اصل برگردیم و مردم رو دقیقا آشنا بکنیم. هرچند که مردم ما بسیار آگاه و آشنا هستن، ولی خب این رو هم در نظر بگیریم که 42 سال حکومت اسلامی سعی کرده که چه در متون مدارس، چه در برنامه‌های تلویزیونی خودش، چه هر جای دیگه در برنامه‌های فرهنگی خودش سعی کرده که این هویت ملی رو کمرنگ کنه و به جاش بیاد اون نشانه‌های دینی رو بیاد جایگزین هویت ملی بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار ترسان و گریزان هست و میدونه که آن چیزی که باعث وحدت ملی میشه، آن چیزی که باعث میشه که یک ملت بتونن دور هم جمع بشن، بازگشت به هویتشون هستش و ایران با وجود این هویت بسیار غنی که داره خب مطمئنن بسیار موفق خواهد بود اگر مردمش بیان و پیرامون این هویت ملیشون خب گرد هم بیان. و خب ما این تشکل رو تشکیل دادیم و در اولین سال بسیار موفقیت آمیز بود و منجر شد به اون تجمع بسیار بزرگی که در پاسارگاد شکل گرفت و واقعا پایه های حکومت رو لرزون. من بارها در مصاحبه های مختلف و در تلویزیون های مختلف گفتم ای کاش ما از این هفته آبان ها میتونستیم هر ماه یا حتی ماهی چند بار برگزار کنیم. داریم، ما از این اعیاد ملی زیاد داریم در تاریخمون، در تقویممون، در تقویمی که باز هم جمهوری اسلامی سعی کرده که همیشه اون رو نابود کنه و به جاش بیاد یه تقویم اسلامی رو جایگزین بکنه. اما خب تلاش دوستان بسیار کارساز بود، اون تجمع بزرگ 5 سال پیش شکل گرفت. از سال بعدش جمهوری اسلامی شدیداً اومد و جلوگیری کرد از این تجمع و خیلی ها بر این باور بودن که شاید این جلوگیریه باعث شده که این تشکل از هم بپاشه، ولی اتفاقا دقیقا برعکس شد. ما اولین هدف و دستاوردی که از سالهای بعد داشتیم هزینه سنگینی بود که بر روی دست جمهوری اسلامی عواملش گذاشته شد
و میبینید که هر سال چه هزینه سنگینی میکنن برای بستن راه ها، برای اینکه جلوی مردم رو بگیرن، ماموران بیان. خب بسیار هم هزینه دادیم، دستگیری های زیاد بود، اما این جنبش، این راه و این هدف ادامه خواهد داشت و میبینیم که هر سال داره به تعداد دوستان اضافه میشه. امسال هم برنامه های بسیار متعددی داریم و دوستان از همین الان در تلاش هستن، اگرچه نمیتوانن در پاسارگاد باشن، ولی با شعار این که تمام ایران را پاسارگاد میکنیم مطمئنن بسیار فعال ادامه خواهیم. ممنون از شما آقای شلسدی. حکومت از تجمع و یا تاریخ و یا چه چیزی میترسه که مانع این حرکت مردمی میشه؟ خب من پیشا پیش هفتم آبان رو هم تبریک میگم و گرامی میدارم و هم یک بار دیگه توجه ملت بزرگمون رو، ملت غارت شدنمون رو که قبل از اینکه ثروتشون رو غارت کنن هویت ملیشون رو غارت کردند، جلب میکنم به اینکه ما فراخوان داده ایم که در مهر و به ویژه از هفتم آبان روز بزرگداشت این یگانه تاریخ کوروش بزرگ، در واقع با اعتصابات عمومی ملی و سراسری و نافرمانی مدنی نقطه عطفی در تاریخ مبارزات خودشون بگشایند. واقعیت این است که ما بعد از حکومت اشکانیان که سلسله ساسانیان روی کار اومد، در اون وقت هم اتفاقا مؤسس این سلسله یک موق، یک روحانی بود، منتها چون اون دینی که ایشون اون رو نمایندگی میکرد دین خود ایران بود، دین زرتشت بود، در اونجا هیچ تداخلی بین دین و هویت ملی ایجاد نشد، بلکه خود دین هم پوششی بود در هویت ملی ایرانیان. اما پس از حمله اعراب در واقع اول هویت ما رو گرفتن، یعنی با این حمله هویت ما شد یک هویت دوگانه، بلکه اوائلش یک هویت تک ساحتی صرفا ایدئولوژیک، و ما حدود 9 قرن 10 قرن دیگه حکومت نداشتیم و مشکلات بسیاری به ما تحمیل شد. اما به دلیل اون هویت قوی و غنی و اون فرهنگ سترگی که وجود داشت، بالاخره یک مبارزه فرهنگی عظیم رخ داد و تلاش شد که هویت ملی ما دوباره به هر حال به صحنه بیاد و از بین نره. لذا الان این حکومتی که 43 سال پیش برگزار شده به وجود آمده، همش این هست که هویت ملی ما رو به طور کامل بگیره و فقط تأکیدش بر هویت دینی باشه، چون منشأ حکومت چون دینی هست هستن نه ملی. اونها نیاز به رأی مردم ندارن، اونها خودشون رو نماینده خدا میدانند و در قانون اساسی هم دقیقا همه این مواردی که من عرض میکنم وجود داره، که بنابراین اگر هویت ملی ما تقویت بشه و ملت ما بازگشتی به هویت ملیشون کنن، در معنیش اینه که ریشه این حکومت دینی رو میزنن. به همین دلیل اینها عصبانی هستن و به همین دلیل هم هست که ما عمده ترین شاخصی رو که در جنبش راه سوم، راه نجات ایران اعلان کرده ایم، اگر که به لوگوش نگاه بکنید میبینید ما 5 شاخص رو در اطراف دایره ای که ایران رو، نقشه ایران رو در بر گرفته اونجا درج کرده ایم و در دل این نقشه ایران در اون بخش سفید، یعنی نقشه ایران رو هم که ما با نماد پرچم سرنگ اونجا تعبیه کرده این، در دل اون در قسمت وسط و سفیدش بازگشت به هویت ملی رو عنوان کردیم. چون ما تا به این هویت ملیمون برنگردیم بقیه مسائل اصلا تعارف هست و به جایی نمیرسه. بنابراین تأکید ما بر این هست که چنین بکنیم و حالا اگر فرصت شد در بزنگاه های تاریخی هم که ما مشکلاتی داشتیم رو بیان خواهم کرد و برای این بخش از صحبت
با یکی از سروده هم که همین امروز یک ساعت پیش سرودم، این رو مردم ایران رو مهمان میکنم. به این شکل که روزخانی آمد و ما را پریشان کرد و رفت، کشور آباد ما را سخت ویران کرد و رفت. جمع بسیاری به مصلحت برد و جانها را گرفت، جمع بسیاری دیگر هم کنج زندان کرد و رفت. بر فراز دار مردان و زنان میهنم، گاه با فتوا زمانی هم به فرمان کرد و رفت. عده‌ای ترک وطن کردند از قوغای ظلم، از ستمکاری جهان را مات و حیران کرد و رفت. ملتی که از بحر آزادی به نهضت دست زد، ز انقلاب خیش باور کن پشیمان کرد و رفت. او نه تنها ظلم بر ترسا و گبر و موسوی، جور بی اندازه حتی بر مسلمان کرد و رفت. گویا باد خزانی بود و در این سرزمین، هرچه گل رویید پرپر در گلستان کرد و رفت. ملتی بودیم سر تا پا پر از شور و نشاط، کشور ما را تو گویی بیت لحظان کرد و رفت. روز و شب طبل خصومت با جهان میزد دریغ، کشتی ما را رها در موج و طوفان کرد و رفت. گرچه درس دین به ما میداد، اما در عمل مستقر در مملکت آیین شیطان کرد و رفت. رشوه و سرکوب و قتل و غارت و فقر و ریا رایجن در کشور زرخیز ایران کرد و رفت. ملت ما را به دست پاسدار و روزخان، بی تعارف با تو میگویم گروگان کرد و رفت. ما که بهر همگنان خیش میمردیم، او بی تفاوت مردم ما را به دینسان کرد و رفت. ملت ما مظهر مهر و محبت بود، لیک مبتلا آن را به درد خشم عریان کرد و رفت. او هویت را از ما بگرفت و ما را در وطن، گویی چون بیگانگان سر در گریبان کرد و رفت. گرچه پیمان رهایی بست با ایرانیان، خود اهاب نمود و نقض عهد و پیمان کرد و رفت. در شگفت از ملت باهوش ایرانم که او این مصیبت‌ها بران تحمیل آسان کرد و رفت. شعله گوی وحدت و همبستگی افکن که او گوی بدبینی و نفرین را گوی بدبینی و نفرت را به چوگان کرد و رفت. امیدوار هستم مردم ما با یک جهشی به بازگشت به هویت ملی ایرانی خودشون بتوانند به این فجایع پایان بدهند. ممنون از شما. اتفاقا یک سوالی در مورد آرم برنامه و آرم راه سوم شده که حالا بعد از اینکه پرسش از آقای صنعتی کردیم حتما اینو هم از شما خواهم پرسید. جناب صنعتی، اظهار نظر آقای رئیسی در دیدار از پاسارگاد در حد تقابل با ریشه های تاریخی مردم داره. نظر شما در این درباره این اظهار نظر آقای رئیسی چیه و اینکه چه برنامه هایی برای هفت برگزاری بزرگ داشته هفته آبان امسال دارین شما؟ خواهش میکنم. بله دقیقا خدمتتون عرض کنم که ایشون اتفاقا دقیقا ماهیت خودشون رو نشون دادن، نه ماهیت شخص خودشون بلکه ماهیت نظام رو نشون دادن. اینکه چقدر این نظام با ریشه های باستانی ما، با ریشه های ملی ما مشکل داره. نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام ملت احتیاج نداره. اینا دنبال امت هستند و دنبال امت اسلامی هستند که خب بسیار در تضاد هست با خواسته هایی که مردم ما امروز دارن. اگر ابراهیم رئیسی امروز اومد و در مورد پاسارگاد گفت که این نشان دهنده اینه که ستمگران، آینده ستمگران چه خواهد شد و چگونه خواهد شد، اتفاقا این سوال دقیقا باید از شخص خودش و کل سیستم جمهوری اسلامی پرسیده بشه که آینده شما، آیا میدونید که آینده شما چه خواهد شد؟ آینده اتفاقا اون چیزی که
نشان دهنده آینده جمهوری اسلامی هست بسیار نزدیکه، بسیار نزدیکه توسط همین جوانانی که امروز در غالب هر تیم، هر گروهی، من نمیخوام هیچ مالکیتی نسبت به هیچ گروهی رو داشته باشم یا بگم که فقط مثلا بچه های ستاد بر فقط بچه های سازمان یا فقط بچه های هر ارگان و نظام و نمیدونم سازمان و جنبش دیگه ای، نه، تمام این بچه های دهه 90 دهه 80 که امروز دارن توی ایران با سن بسیار کم ولی با آگاهی بسیار زیاد دارن مقابله میکنن، همین فضای مجازی که سنگ در گلوی همین عوامل جمهوری اسلامی شده و میبینیم که دارن دست به هر چیزی میزنن که بخوان باهاش مقابله بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً اینجا جاییه و جولانگاهیه که جوانهای ما تونستن خودشون رو پیدا بکنن و با همدیگه در ارتباط برقرار باشن. ما سالیان گذشته از بچه‌هایی که برای همین هفته آبان آمدن و تلاش کردن، خب هزینه های بسیاری دادیم، دستگیری های بسیار زیادی داشتیم، ولی نتیجه حرف آقای رئیسی دقیقا امروز معلوم میشه. اگر سال گذشته به فرض مثال من دارم میگم 10 نفر رو دستگیر کردن، امسال به ازای اون 10 نفر صدها نفر دیگه برخواستن، باور بفرمایید خانم شکرنژاد، بدون اینکه حتی ما هنوز فراخوان ما بیرون نیومده، آماده هستش، فقط تیم‌های عملیاتیمون شروع کردن به کار کردن، تازه از یکی دو روز دیگه فراخوان اصلیمون میاد بیرون، ولی بدون اینکه هنوز ما فراخوان بدیم چقدر داریم پیام دریافت میکنیم از بچه‌های داخل که بدون اینکه اصلا ما هیچ ساپورتی بکنیم، بدون اینکه اصلا ما اصلا بشناسیمشون، چقدر دارن فعالانه فعالیت میکنن. و خب این نشان دهنده اینه که مطمئنن حرف حق روی زمین نیمونه، حق با ما هست، حق با ملت ایران هست، حق با جوانانی هستش که امروز از ابتدایی ترین خواسته های خودشون محروم هستن و دارن خواسته های خودشون رو فریاد میزنن. دلیلی نداره که یک جوان در مورد هویت کشور خودش اگر قرار بیاد و تشکر بکنه، سپاسگزاری بکنه، اعلام احترام بکنه به کسی که کشورش رو ساخته، اصلا نام ایران آغشته با نام این ابرمرد تاریخ ایران کوروش بزرگ هستش، بعد بیاد دوچار زندان، دستگیری و اینجور مسائل بشه. و خب ولی خب متاسفانه هستیم، ولی کوتاه نمیایم، می جنگیم، مبارزه می کنیم، در مقابلشون وای می سیم. ستاد هفته‌آبان هم برنامه های خودش رو در یکی دو روز آینده اعلام می کنه و فقط این شعار همیشگی ما که تمام ایران رو پاسارگاد می کنیم امسال هم مطمئنن با ما هستش. و دوستان عزیزی هم که اگر قراره که افتخار بدن و با ما همراه باشن، میتونن از طریق هر فضایی که در اختیار دارن با هشتگ ستاد هفته آبان برنامه های ما رو دنبال کنن و خدمتتون عرض کنم که ما در رکاب ایشون باشیم. ممنون از شما جناب شال سعدی. در مورد آرم صحبت کردین، شخصی پرسش کرده که آرم راه سوم چرا از نشان شیر خورشید استفاده نکرده؟ ببینید، موقعی که مردم ایران در سال 57 به این قانون 58 به قانون اساسی با تعریفی که از پرچم کرده رأی دادن، معنیش اینه که از اون عبور کردن. خب حالا درسته که مردم الان از جمهوری اسلامی روی گردان هستند، ولی لزوماً معنیش این نیست که برگردن به آنچه که قبل از انقلاب 57 بوده. این جزء اختیارات ملت ایران هست که توسط نمایندگانشان در مجلس مؤسسان که با انتخابی آزاد برگزیده میشن توسط مردم، اونها هستن که قانون اساسی رو باید تدوین کنن، که از جمله یکی از چیاش هم همین نوع پرچم هست، شکل پرچم هست، یکی دیگرش هم سرود ملی ایران هست، چون ما هنوز سرود ملی مصوبی نداریم و لذا این چون جز اختیارات ملت ایران هست، بنده به خودم اجازه ندادم. کما این که بنده با این که خودم جمهوری خواه هستم، اما اولین وظیفه‌ای رو که برای دولت موقت در جنبش راه سوم، راه نجات ایران پیش بینی کردم، این هست که
این دولت اولین کاری که میکنه این است که شکل حکومت رو که پادشاهی مشروطه خواهد بود یا جمهوری به رفراندوم بگذاره، هرچه مردم رای دادن. اگر مردم ایران رای دادن که پرچم ایران همون پرچم سرنگ با شیر و خورشید باشه، ما کاملا تابع هستیم و تبعیت میکنیم. اگر شکل دیگری رو انتخاب کردن، اگر سرود ای ایران رو به عنوان سرود ملی انتخاب کردن، کاملا خوشحالیم. بنده اتفاقا خیلی از این سرود لذت میبرم، ولی این باید به تصویب ملت ایران برسه به عنوان سرود ملی. همونطور که پرچم باید برسه، همونطور که شکل حکومت باید برسه و همونطور که قانون اساسی که مثل مؤسسانی که منتخب ملت ایران خواهد بود اون قانون رو تدوین میکنن و اگر مردم ما اون پیشنویس قانونی رو که مجلس مؤسسان تدوین خواهند کرد در رفراندوم به تأیید برسونن و تصویب بکنن، آنچه در اون قانون پیش بینی شده اون رو هم ما مطیعش هستیم. بنابراین خیلی روشن هست که وظیفه ما این نبوده که به جای مجلس مؤسسان تصمیم گیری کنیم. اگر این کار رو بکنیم، به خصوص برای بنده که حقوقدان هستم، یک در واقع جای انتقاد میگذارد که آقا تو چرا دخالت میکنی در کاری که مثلا به عهده یک ارگانی است که منتخب ملت ایران باید باشه. اما شاخصهایی که در این لوگو ما معرفی کردیم شاخصهای عمومی هست. ما در متن بیانیه‌مون و منشور راه سوم راه نجات ایران هم مشخص کردیم که یک شعارمون اصلا مولا درزش نمیره و اون یک پرچم، یک کشور، یک ملت و یک دولت با رعایت عدم تمرکز به معنی توزیع عادلانه ثروت و قدرت خواهد بود. بنابراین تکلیف روشن هست که ما تمامیت ارضیمون، استقلال کشورمون و بازگشت به هویت ملیمون و اون چیزهایی که به عنوان شاخص اینجا اعلان کردیم، اینها در واقع خطوط قرمزمان هست و از اون اصلا عدول نمیتونیم بکنیم. ممنون از شما جناب صنعتی. آقای شل سعدی فراخوانی برای 7 آبان دادن به مردم که اعتصابات و اعتراضات رو از اول مهر گفتن و ولی 7 آبان رو مشخص کردن که به خصوص در اون روز باشه. فکر میکنین که چقدر مردم استقبال خواهند کرد از این جنبش؟ خدمت شما عرض کنم که ببینید در مورد فراخوان دادن که مردم چه کار بکنن. خب تا حالا مطمئنا مستظر هستید که فراخوان زیاد داده شده و بعضی وقتا هم این ایراد گرفته شده که چرا مثلا فراخوان داده شده بهش عمل نشده. ما این رو باید در نظر بگیریم که مردم ایران امروز در چه موقعیتی قرار دارن. ببینید قرار بر این نیست که اگر جناب آقای شل سعدی یا هر شخصیت دیگری یک فراخوانی بدن فردا کنف یکون بشه و فکر کنید که تمام ملت ایران قرار این فراخوان رو عملی کنن و اعتصاب بشه. ما حتی اگر یک نفر به این فراخوان ها عمل بکنه، این رو به فال نیک میگیم که یک نفر به تعداد کسانی که شمشیر رو برای جمهوری اسلامی از رو بسته اضافه شده و این اتفاقا به عنوان یک به مانند یک مانور برای اون روز نهایی بسیار خوب هستش. ما هم استقبال میکنیم، چرا که نه. ما مطمئنا تاکید میکنیم به تمام بچه‌هایی که قراره که حالا هر نوع کاری انجام بدن که هر نوع نافرمانی مدنی، هر نوع اعتصابی رو که میتونن به خصوص در روز 7 آبان بیان به اوجش برسونن. پس این رو من این توضیح رو به خاطر این دادم که فردای 7 آبان اگر فرد نیان یک سری، چون میدونید ما متاسفانه یه جنگ با جمهوری اسلامی داریم، یه جنگ هم با یک سری از حالا مجبورم بگم دوستان، حالا نمیدونم چه لقبی براشون بذارم، با کسانی داریم که این وفاها وایستدن که ایراد بگیرن. ما پارسال یک فراخوان دادیم برای این که گفتیم 100,000 پرچم شیر و خورشید ما میخوایم چاپ کنیم و توی ایران پخش کنیم و این کارم به تعداد بسیار وسیع انجام دادیم. بعد یه دو اومدن از ما ایراد گرفتن، ما شمردیم 100,000 تا نشد.
مثلا شد 70,000 تا، گفتیم آه اوکی، اصلا 2,000 تا، اصلا 1,000 تا، اصلا یه دونه، شما چی کار کردید؟ این رو من به خاطر این گفتم که فردا هفته آبان نیام به آیشون سریع ایران نگیرن که آقا شما فرافان بدین اعتصاب کنن چرا تمام ایران تعطیل نشد. اتفاقا بسیار نکو هستش، بسیار عالی هستش و هر گونه حرکتی رو که منجر به این بشه که یک تیر به سوی جمهوری اسلامی شلیک بشه مطمئنا ما هم حمایت میکنیم و چرا که نه، امیدواریم روزی بشه که تمام ایران، تمام 85 میلیون ملت ایران توی خیابان یک صدا و همازور با همدیگه بیان و بر علیه جمهوری اسلامی هر نوع حرکتی رو بکنن که این رژیم نامردمی و نامیمون ثابت بشه. ممنون از شما. جناب شاره سعدی، بازگشت به هویت ملی بارها صحبت شده، در آرمتون هست، در اندیشه راه سوم هست و یکی از ارکان اصلی راه سوم هست. این بازگشت رو از چه زمانی قرار مردم شروع کنن؟ چگونه قرار شروع کنن؟ از الان هست؟ از بعد از گذار از جمهوری اسلامی هست؟ در موردش بیشتر توضیح بدین لطفا. اتفاقا مقدمه عبور از جمهوری اسلامی هست، یعنی اول مردم ما باید به هویت ملی خودشون بازگردند، بدانند که بودند، چه شدند، چجوری کلا سرشون رفت، چجوری آخوندا فریبشون دادن، چجوری این هویت رو غارت کردند تا بعدش توانسته باشن ثروتشون رو غارت بکنن، چون بدون غارت هویت امکان نداشت که ثروتشون رو بتونن غارت کنن. ببینید الان چه جوری، مثلا ما 26 روز 25 روز تعطیل رسمی سالانه در کشور داریم به جز تعطیلات آموزشی. خب فقط 6 روزش مربوط به مناسبت‌های ملی ماست، یعنی 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق هست، 4 روز اول عرض کنم فروردینه و پنجمیش هم سیزه به در هست، همین 6 روز کلش. ولی 19 روز دیگرش فقط مناسبت های مذهبی هست، یعنی عاشورا و تاسوها هست، عید فطر، عید نمیدونم قربان هست، 21 رمضان هست، از این حرفا دیگه. خب یا مثلا شما در هر شهری که هستید نگاه کنید دوربرتون خیابانها رو که نامگذاری کردن، مؤسساتی که دولتی حتی خصوصی، چون به هر حال زیر سلطه این حکومت دینی هست. ببینید یه نمونش، الان ما شاید مثلا چند هزار تا مجتمع قضایی توی کشور داریم، تو تهران 20 چند تا، بیشتر 30-40 تا مجتمع قضایی داریم، یه دونش به نام دکتر کاتوزیان پدر حقوق ایران نامگذاری نشده، همش به نام آخوندا یا به نام همون مفاهیم دینی نامگذاری شده و این نشون میده که چقدر ما کلا سر ملت ما رفته. این بار اول نیست که رئیسی میگه این نمیدونم نشانشی هست، خامنه ای از اون بدتر گفت، خامنه ای گفت که تخت جمشید سنگ شکسته است، یعنی اون نمکی که به زخم ملت ما پاشید بدتر از اون زخمی بود که اسکندر با آتش زدن تخت جمشید به ملت ما وارد کرد. و یا مثلا توهین هایی که به کوروش بزرگ میشه، شما دیدید اخیراً که آقای نقدی توهین کرد، قبلا خلخالی توهین کرده بود و امثال اینا. البته من بهشون حق میدم، چون منشأ قدرت اونها و حکومت اونها دین و نفی هویت ملی ما هست و بنابراین اونها مجازن هر جنایتی که میخوان بکنن و برای پیشبرد کارشون. ولی من سوالم به ملت بزرگ ایران هست که ما تا کی باید دست رو دست بذاریم، تا کی باید سکوت بکنیم و تا کی باید منتظر باشیم که دیگران بیان ما رو نجات بدن. ما باید اسفه هایی داریم مثل کوروش، اسفه هایی داریم مثل کاوه، مثل آرش، مثل آریوب بدزن، مثل یعقوب لیث صفاری و هزارون از این چهرهایی که نمادها و مظاهر هویت ملی ما هستند، فرهنگ ما هستند. ما باید به اونا تأثیر پیدا بکنیم
و از زیر این خفت و خجالتی که الان بر ما تحمیل شده بیرون بیایم. ببینید، من قبلا هم گفته بودم یه وقت خان مغول یک زن رو مطالبه کرد در سبزوار یا نیشابور که بره عیاشی بکنه. ملت غیور خراسان جنبش سربداران رو به پا کردند. خب اما میبینید الان این آقای علم الهدا ببین چه تصویری از مشهد ارائه داده، شرم‌آور هست. به غیرت و شرف خراسانی ها ایشون چوب حراج زده اما خیلی تکون نخوردن. خب نمیشه اینجوری که ما تا کی باید زیر بار این خفتا بریم. یک وظیفه به عهده سربازان هست، به عهده مصلحان هست که باید پیام بدن، باید فریاد بزنن، باید بالاخره راهی رو بنمایان. ولی یک مسئولیت، مسئولیت ملی هست که به عهده خود ملت هست. برای که اگر که ملت ما به مسئولیت ملی خودش توجه نکنه، تاوانش رو خود اون خواهد داد. ببینید ما رهبران احمقی داشته ایم که علاوه بر دیکتاتوری بیش به خاطر حماقتشون مصیبت به بار آوردن، مثل که مثل خمینی که بدون اینکه شناختی از مسائل جهانی داشته باشه هی جست گرفت که انقلابش میخواد صادر کنه، میخواد اسرائیل از صفحه روزگار محو کنه، اشغال سفارت امریکا توسط اصلاح طلبان امروز و قدرتمندان اون روز رو تأیید کرد و ملت و ارتش عراق رو علیه صدام حسین تشویق کرد. خب نتیجهش یک جنگ 8 ساله ویرانگری شد که خب یک روزم پسر خمینی نرفت تو جنگ، ولی برادر من رفت و شهید شد. هزارون و میلیون ها هم میهنان ما آسیب دیدن، شهید شدن، مجروح شدن، اسیر شدن. خب تاوان چه خمینی نداد؟ حتی موقعی هم به خمینی انتقاد کردن که این چه جنگی بود تو راه انداختی، گفت که ما مأمور به تکلیف بودیم نه مأمور به نتیجه. هیچ کس هم سوال نکرد که کی به تو این تکلیف رو محول کرده بود که کشور رو نابود کنی و هم میهنان ما رو به خاک و خون بکشی. خب یعنی اینجاست که ملت باید به پا میخواست و میگو خمینی تو چی کاره ای که میخوای بگی فلان کشور باید نابود بشه؟ تو چه کاره ای که میگی میخوام مثلا ارتش و ملت یک کشور دیگر رو علیه حاکم وقتش تحریک میکنی؟ تاوان چه ملت دادن؟ خب هم حالا ادامه اون سیاست و این خامنه ای که رهبر غیرقانونی و فاسد و خونخاری هست داره با برنامه های صدور تروریسم توسط سپاه قدس و غیره و برنامه مضر اتمیش ادامه میده و الان 20 از شاید 20 سال هست که حالا البته برنامه اتمی ایران از سال 1382 کلید خورد، ولی جهان از خیلی قبل از اون در واقع رصد میکرد. الان توی این 20 سال مملکت ما تحت التهابات، تحت تهدید نظامی، تحت تحریم های کمرشکن به نحوی که همین الان که ما صحبت میکنیم ببینید ارزش پول ملی ایران به کمتر از 1/4000 سقوط کرده. خب حالا این ملت اگر سکوت کنه، خب این آقا کارش ادامه میده و این مصیبت ها، این وضع فاجعه بار ادامه پیدا میکنه. اما اگر ملت حرکت کرد، خیلی خب حالا ما یه وظیفه داریم به ملتمون پیام بدیم، به ملتمون فریاد بزنیم، ازشون درخواست کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم که بگیم ملت به پا خیز. ولی اگه خودش نخواد بپذیره که ما کاری نمیتونیم بکنیم. که هر کسی هم که نیاز به کمک داره، هر بیماری تا خودش نخواد مداوا بشه هیچ پزشکی نمیتونه اون رو معالجه کنه. لذا میخوام اینجا تفکیک کنم مسئولیتایی که به عهده امثال قاسم شعله سعدی هست یک مسئولیتی است، اما مسئولیت بزرگتر و مهمتر و تعیین کننده تر به عهده خود ملت هست. چون اگر به موقع اقدام نکنه تاوانش خود ملت میپردازه. لذا باز هم من صمیمانه از مردم خوبمون، ملت غارت شدمون درخواست میکنم که به این پیام ها نگن این چرا اونجا نشستی پیام میدید. و من اگر جای حافظ بودم که میگفت از هر کرانه
تیر دعا کردم رها باشد کزان میانه یکی کارگر شود، میگفتم که از هر کرانه تیر قضا با قین وزه یعنی جنگ، از هر کرانه تیر قضا کرده ام رها باشد که زان میانه یکی کارگر شود. من امیدوار هستم که ملت ما به این پیامی که این سرباز کوچک خودشون و این فرزند کوچک خودشون داده توجه بکنند و یک کار عملی برای نجات کشور و ملت انشالله ازشون سر بزنه تا به زودی شاهد شکوفایی این کشور باشیم. ممنون از شما. جناب صنعتی وقت بسیار کمی داریم، در یک دقیقه آیا فکر میکنید این حکومت فقط به خاطر کوروش بزرگ و تجمع اون برخورد میکنه یا از هر گونه تجمع و همگرایی وحشت داره؟ مثلا در مسابقه فوتبال ایران و کره دیدیم که قرار بود با تماشاچی مخصوصا خانم ها برگزار بشه که اصلا به کل بدون تماشا چی برگزار شد. بله خدمتتون عرض کنم که شما در سوالی که از جناب دکترم فرمودید که کی ملت ایران برمیگرده به هویت خودش، من فقط یه فلش بک بزنم به اونجا. ملت ایران رو هویت خودش هست، به خاطر اینکه اگر نبود ما امروز مثل مصری ها زبانمون عوض میشد و عربی صحبت میکردیم، یا اینکه مثل خیلی از کشورهای دیگه کاملا زیر سلطه این حکومت دینی می‌رفتیم. اما ما یه فردوسی داریم که ما رو سر پا نگه داشته، ما این هویت ملی ما هستش که 1400 سال باز هم نتونسته کم رنگ کنه. و در مورد تجمعات خدمتتون عرض کنم که هر گونه اتفاقی که باعث بشه که ملت ایران، تأکید میکنم ملت ایران نه امت اسلامی، تجمع هم داریم که این روزه‌خونان میان در مورد نمیدونم حسن حسین و هر چیز دیگه میان تجمع میذارن، میبینی خیلی هم جمع میشن، خیلی هم با شور و اشتیاق میان و به هر حال پرواز هم میکنن. اما خدمتتون هر گونه تجمعی که بر پایه و محور اتحاد ملت ایران باشه مطمئنا خارج چشم جمهوری اسلامی هستش. چه مسابقه فوتبال باشه، چون میدونن که اونجا مردمی میرن، به خصوص اگر اجازه بدن بانوان ما هم برن، چیزی که کاملا برخلاف خواسته اونها هستش، میدونن دقیقا اونجا هم مثل همین فضای مجازی جایی هستش که ملت هم دیگر رو پیدا میکنن، ملتی که خودشون رو میشناسن. اونجا یک جرقه احتیاج هستش که شاید یه دفعه یه استادیوم 100 هزار نفری رو ببره روی هوا و همه بیان تو خیابون و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدن. پس دقیقا یه دونه از راهکارهایی که ما باید دنبالش باشیم اینه که تلاش کنیم و ملت هم به قول جناب آقای دکتر با ما همراه باشن، تلاش کنیم این تجمعات رو بر پایه اتحاد و هویت ملی بیشتر کنیم، ماهیانه هفتگی بیشتر کنیم تا به اون نتیجه دلخواهمون برسیم. مطمئنم و ایمان دارم که پیروزی از آن ماست و بسیار نزدیک. ممنون از شما، ممنون از حضور هر دو مهمان گرامی در این برنامه. در آخر برنامه میخوام باز هم یه تسلیتی بگم به خانواده جناب دکتر بنی‌صدر و اعلامیه‌ای که مراسم خاکسپاری و بزرگداشت ایشون در شهر ورسای فرانسه در 16 اکتبر برگزار میشه. از کسانی که مایل به شرکت هستن میخوایم که در این مراسم شرکت کنن و با شما و بینندگان محترم این برنامه تا برنامه دیگر بدرود میگم. وطن بیا تا صفا کنیم، تا به عهد بست وفا کنیم، زیر بار ظلم و ستم بگو زندگی عزیزم چرا کنیم. هم وطن بیا تا که جان خود